نام خداوند بخشاینده و مهربان. بیننده های تلویزیون طلوع، خانواده ها و جوانان عزیز، سلام بر همه شما. آرزو داریم که صحت و سلامت باشین. باز هم بسیار خوشحال هستیم که مهمان خانه های شما و مهمان یار هستیم. دوستای عزیز و ایبار، یار ما شما هم کسی است که همیشه مود و فیشن روز بر ما شما معرفی میکنه. بله، مدل جمال خان. شما بسیار منتظرم ماندین قسمی که ما اعلانات برنامه مهمانیار از جمال خان که نشر کردیم، همگی منتظری دی بود که والا باشین این بچی مقبول کی است. حدسایتان تا جایی هم درست بوده، یام از اون آدم ها کم نیست. ای جوان جمال خان است و ای مدل افغان است که در برنامه حاضر بیشتر با جمال خان، با مود و با مدل آشنا خواهد شدیم. یک جوان شکر از اینکه ما را مهمان قبول کردی و خدا کنه که در مهمانی حاضر وقتت با ما خوش بگذره. سلام مجیب جان قند، خوش آمدی بیادر خانه خودت است و سلام های خودم خدمت بینندگان تلویزیون طلوع تقدیم میکنم. مود بلازده چی است و همین مدل چه کسی است؟ همین مود بلازده مجیب جان در سال 1826 به دنیا آمد که کسی که مود فیشن شروع کرد چالی نام داشت و مدل کسی می باشه که یک بعض اعلانات تجارتی را تیر میکنه یا نمایش لباس را تیر میکنه. اینه میره مدل میگم ده. نمیفهمم امو کسی که همی مود کشف کرده برای دعا کنیم یا بدعا کنیم؟ مو شما رو خود جنجال انداخته. منتها در واقعتش جمال خان عزیز، قسمی که من فکر میکنم امی مود فیشن یعنی ای که متوجه باشی و یک ذره خودت دستک بزنی. بله، بخی 100% 100% نمیگه. بس خب جمال خان عزیز، اما مدل شدن آیا کدام مکتب یا کدام کلاس داره یا چطور؟ نه خیر، اول خب باید بودی داشته باشین، چون باید یک ذره سپورت کنن بچه ها، سپورت کنن. بعد از سپورت باز بران بسیار کمپانی های مود و فیشن هست، میتونن خود را راجستر کنن و پوستر های خود، اکسای خود اونجا بتن. اگر اندام صحیح داشتن، قد صحیح داشتن، دیگه چهره صحیح داشتن، اون روز با ایسا یک مدل شاید انتخابشون کنن. مدل دیگه پدر فیشن هست. بله. خب و شخصا شما چطور وارد دنیای مود و فیشن شدین؟ آیا خودتان فکر کردن که مقبول هستین و اندامتون خوب است یا ای که کس انتخابتون کرد؟ مجیب جان، ما که خورد بودم همیشه فیلم های اندی را میدیدم و زیاد شوفی میشدم، میگفتم چی وقت باشه که من در سینمای بالیوود برم. ولی وقتی که جوان شدم سپورت میکردم و بعض دوستا تشویق کردن مرا، ما باز رفتم اندوستان رفتم به شهر بمبئی که حالا فعلا بمبئی میگنش. اونجا رفتم و بعض کسا را دیدم و زیاد ریسرچ کردم در بارش و بالاخره رایش پیدا کردم. مرا گفتن باید اول تو نام خدا قد بلند داری، فیس داری، تو باید اول مدل شوی. زینه اول بالیوود مدلینگ است، باید تو از مدلینگ شروع کنی تا که بالاخره به دنیای بالیوود برسی. واقعا هم همین بعضی از هنرپیش های بسیار مشهوری بالیوود که فعلا شما میبینین در اول کسایی بوده که مدلینگ میکردن و لباس ها رو بر روی استیج نمایش میدادن. بلا، مثل ارجون رامپال، جان ابراهیم، اینا همش مدل بود از او پیش. ولی فعلا کلش اکترهای تاپترین اکترهای بالیوود هستن. خب جمال خان عزیز، برخورد قوم خیش امروز شما چطور است از روزی که شما مدل شدین؟ والا اونا سرمه افتخار میکنن. من یگانه کسی هستم از قوم خیش خود ما که در پرده تلویزیون مرا دیدن و بعض شو بودن، ما خانه زنگ زدیم که فلانی شو شوی ما را میمونه در تلویزیون و اونا که مرا دیدن همش خوش شدن، افتخار میکنن. دوستای عزیز، یک روز
یک بچه را پرسان کردم، گفت من تو چوری قضیات آرایش میکنی؟ گفت فعلا من خواست خاطر دختر آرایش میکنم. باز رفتم پیش یک دختر و هم زیاد آرایش میکرد. گفت من دختر حال تو چوری زیاد آرایش میکنی؟ میگه من از خاطر بچه آرایش میکنم. اما در کل امی مود فیشن سلیقه یک شخص نشان میده. وقتی که یک کسی متوجه خود میباشه، این نشاننده سلیقه یک کسی است. باز هستن دیگون کسایی که به مثل نعمت امی سالا سالا مویای خود شانه نمیکنه. جر بنجر متو خیر باز اینو میتونه کلا پوشن. نه موی من جر بنجر نیست. سوری دوباره شما نمیگفتم. خب دوستای عزیز، در این قسمت از برنامه ما شما میریم و با هم یک جای یک نمایش لباس از کشور هندوستان میبینیم، اگر جمال خان موافق باشه. موافق هستم. موافق هستی؟ موافق باش کنم. اوکی هست. خب و بعد از این باز هم برنامه مهمانیار با مدل جمال خان فراموش نکنید. در بین شما سرمی اندام خود، سر قسمت‌های مختلف بدن خود یکان نقاشی میکنن، او را نامش میگن تاتو. باز ما یک شوق کردیم یک چیزا که چوشده این بغلا که ما اینجا زدیم این جگه باشه غیر کدام جه دیگه نه اینجا زیر کالا پت هست یک چنگیش نشان میدی؟ چانس نیست فعلا. جمال خان، امی شما مدلا به خاطر نمایش لباس یک رقم نمونه را میرین، همی را رفتنتان بسیار متفاوت است. میشه بگوین که این چی رقم را رفتن است؟ این را رفتن صرف مخصوص مدلاست. اگر در بازار ما شما کسی رقم را بره از چهار طرف سرش مردم خنده میکنه. خب این را رفتن چی میگه و این را رفتن باید با چی ویژگی باشه؟ ایرا رفتن کچواک میگن، ایرا رفتن صرف میشه که آدم در سر رمپ رو بره، در دیگه جای نمیشه. یعنی دیگه رفتار به مثل پشک باشه. گفتم میتونه برشه. در این قسمتی از برنامه میخواییم که شما هم به مثل پشک رو بره. آگه ما در خدمت حاضره. Yeah.
روزمره ما شما با مناسبات های بسیار مختلف روبرو میشیم و یک مشکلی که شخصا ما خودم نعمت و شاید زیاد کسا داشته باشه ای که یکان دفعه آدم ایران میمونه که در کجا چیره بپوشه، مثلا بعد کسا هست حتی برای این مثلا دیرشی جور میکنه. در این قسمت ما از جمال خان همکاری میخوایم برای خودم برای شما ای که برای شما راهنمایی کنه که چیره در کجا بپوشیم، با خاطر ای که بزرگا گفته که هر پیراهن از خود جای و هر شلوار از خود مکانی داره. اینا بگو که کدام پیراهن در کجا و کدام شلوار در کدام مکان بپوشیم. مجیب جان قند راستی هم بعض وقتا که در روسیا و جایا میریم میبینیم که بلوموم از طفل گرفته تا بزرگا کلگی دریشی میپوشن، یا در ایدا ببینی که خانه یکی میرن ایدی کدن میرن خوب صحیح یک دریشی و نکتایی رو هم شخ بسته کده نمیشه. من تا جایی که فکر میکنم دریشی برای اوقات رسمی که آدم سنو وظیفه میره یا بعض شعبه کار میکنن دریشی در او وقت آدم نمود میته یا بپوشه یا ضروری میباشه. چقدر خوب است که در عید دیگان لباس های بسیار مقبول خود امی افغانی وطنی را کسی بپوشه، مکی خدا بپوشه. یا مثلا بسیاری لباس ها داریم ما شما از رقم رقم پرنتون بونا داره میتونیم که استفاده کنیم و بسیار راحت هم میباشیم. هم بازینه چاق چی رقم لباس بپوشه و لاغر چی رقم لباس بپوشه؟ چاق باید مجیب جان همیشه لباس های چسب نپوشه، از خاطر که لباس چسب بپوشه او امیز که چربی وجودش خدا نشان میده و چاقیش خدا نشان میده. چاقا میتونه همیشه از کالای یک ذره لوستر کلانتر باشه در جانش باشن بسیار خوب معلوم میشه. و لاغرها دیگه ضرورت نداره با چاقی، چون کل دنیا پیشرفته دیگه دیوانه لاغریستن. یگانه کشور ما شما افغانستان که پشت چاق میگردن که کم چاق شاییم چاق شاییم. دوستای عزیز در کشور ما که کس لاغر باشه بس میگه ولی بسیار دلم زرد منی سوزه بخیرم مریض هستی. و بهرحال و کسایی که چاق هستن دیگه منطقه اگر اونا لباسه کتا کتا بپوشن دیگه بیلر باره بانو خواشن و مجبور هستن اگر چسب بپوشن باز عیبشون معلوم میشه. نه یک موضوع دیگه، کسایی که چاق هستن اونا باید ورزش کنن. ورزش خو 100% باید کنن، باید اونو پریز کنن. میگه پریز شون بگیم چی کنن. خب جمال خان عزیز، بعضی از جوانان ما شخصا بچشم دیدیم که رفته پتلون خریده باز آمده او را با پل پاکی او را پاره پاره کرده، آیا این مورس یا پتلون پارگی؟ او پتلون از خود جای داره گوره چیر چیر میکنن یا پوشیدن از اون از خود گفته گپ پیشتر شما که مکان دارد همون رقم گپ از او در جای پوشیده نمیشه. و یک کار شما دیزاینرها و شما مدلها که خوشم آمد که امور رواج کردین و خصوصا بر افغانستان ای فیشن بسیار زیاد مفید بوده و کلگی ازش خوش است، خصوصا پدارا و مادرا ای که بعد از پیرانا بار آمدن چملو چملو که از ایچ تو کار نداره که واقعا از این کارتن یک جان تشکر. ای بار آمد این مود بر اگه یک سال یا چیز کمتر چلید ده وزار باز تو پس فلاپ شد. حالا یک آن دفعه در خانه میگیم که مثلا مادرم میگیم که اینی پیران همون تو میگه نی برو همون تو مورد از ببور. بلا میباشه باز وقت تکای مخصوص است چملک جور میشه از خود کمپنی. خب جمال خان عزیز شاید دوست ها هم دیده باشن ای که بعضی از مدل ها در بین شما سرمی اندام خود سر قسمت های مختلف بدن خود یکان نقاشی میکنن که نمیفهمم ایچی رقم مود است. او را نامش میگن تاتو، تاتو میگنش دیگه. و بعض نقاشی هست که توسط سوزن زده میشه، البته در کشور ما که میزنه بیخی اشتباس که امرای یک سوزن در جان هزاران نفر رو ببینید میزنن از او هزار رقم مریضی پیدا میشه. ما خب باور کن امی یک سوزنم که یک دفعه در جانم دکه بخوره نمیمانه میشه. نه او فکر کنم یک ذره درد هم میکنه اونا که میزنه. آیا شما این دردار رو تحمل کردین؟
خب چی بگم، بعض از یک شو بود یک جای بیرون از هندوستان رفتیم، دیدم که دوستا زدن دیگه، کسی که بودن خب گفتن که باید کلگی بزنه اینجا یک تاتو، باز ما هم یک شوق کردیم یک چیزا که چو شده این بغلک ما اینجا زدیم. اینجا اگه باشا غیر کدام جای دیگه نه نه اینجا زیر کالا پت هست یک چنگیش نشان میدی چانس نیست پیلا شیریم مورل همیشه جدی می باشه در وقت شو دیگه. برعکس هم اگر می خواهی که اکس دیگه ذره خوبیش بیه، خب لباس ایده اگر کدوم چیز مثلا کومیدی بود یا چیز بود می تینی که ذره خواهی بیش یادتر کنی، اگر چیزی که به حساب کومید نبود یک ذره سیریس. به این کدام ملت خاص نیست، فقط یک روز دو روز پیش آینه است که خود پرکتس کو سک در کدام انگل خوبش معلوم میشی، دمو خود در آینه سک کو فقط در رقم که خوبش معلوم شدی باز در پیش کامرا خود آنامت بگی و کوشش کو که سون کامرا سعی نکنی، همیشه عکس که میگیریم تو سعی نکن سون کامرا، همیشه تیر تبیاری نه تو فکر کو کش فکر ما نیست سون کامرا، یکون ایسو ایسو یکون از کامرا که کم از لنز کامرا زره دفرن یک زره پولتر شسای کنی اکسس خوبش میاد. نه ما که پیش کامرا ایستاد میشیم لوک لوک سنگه کامرا سای میکنی کمال که صابقا وری تو سده سینه میکنی یک اکس که میخوایی مقبول به نتونه زنی که خدا به این شکل ده دیول بگیری یا خنده شما نموت باشم بسید؟ آه مت رومانتیک بگیرش کیرام مگه میخوایی جا درم کنی خوبتر میاد یک زره ده اکس این کارا کارا کنی خوبش میاد اکتنگ میکنی سون کامرا سعی نمیکنی پولی کامرا سعی فقط از خود لنز یک ذره که طرف طرف شه سعی میکنی درست آمده؟ آه درست است. آه اکسایت که مقبول آمد باش میجیب جان کمی کلای خدا بتم دی اکسان خطا کت کلای نبید بری اکسایت یاد بریس اینو بتم میتونی که اکتنگ دوستان برنامه مهمان یار تشکر از اینکه تا ایدم با ما هستین و مهمان یار با مدل جمال خان ادامه میتیم. خب جمال خان عزیز، چون شما مدل هستین از مد فشن آگاه هستین، خب فشن نه تنها در لباس پوشیدن تکمیل میشه، از آر یک گپ دیگه هم داره که از جمله همی حلقه به گردن انداختن و به گوش انداختن و انگشترهای متعدد هم هست. نظر خود در این مورد چی است و میشه در این مورد بر ما بگویی که همی چطور کنیم؟ ولی مجیب جان قند حالا فعلا مود شده در دنیا، یعنی این مود که به حساب سابق مورل بود حالا مود شده دیگه، کلگی میپوش حالی را چیز گفتن هم میتونیم، حالا حلقه و زنجیرهای چپ راز دگردن و انگشترهای اینا دیگه، امی لباس که بدون امی چیزا بپوشی بام دیگه نخواد و خنمود بته. خب واقعا هم اگر ظریف باشه و مقبول باشه یک چیزی که دگردن پرتیم نمود گردن هم میکشه و باز اما اگر مثلا یک زنجیر دبال دگردنت پرت موضوع دیگه نیست، این دوال خواست بر انسان ها نیست. خب شما هم یه گوشت رو فکر میکنم سراخ کردیم. گوشت ما بله سراخ است، ما چون طفل بودم چی میگن سابق نظری میگفتن چی میگفتن دیگه، از هم سابق مانده و کلان 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 که شدیم پس هم فهمیدیم که یال مود هم شده ما فایده کرده میشه. خب جمال خان گوشت سراخ هم کردی و اگه مثلا یک دفعه می مود از بین بره باز چطو میکنی؟ مود از بین رفت سراخش میمونه. آیا شما عروسی کردین؟ بله ما عروسی کردیم، ما دادان و بچه یک دارم امران جان و من جان. میبینی دوستا من به چی خاطر تعجب کردم منتظر ماندم
لحظه فرار رسیده که باید غذا صرف کنیم. دیگه جمال خان و دوستای دیگه مدلای بسیار بزرگوار مانده هستند، زیاد رفتار کردن، بازو رفتار واقعا مشکل است، انرژی آدم زیاد ضایع میکنه. دیگه عالم دیگه وقت فرار رسیده که پس باید دوباره این مدلای بزرگ انرژی خود بگیرن و غذا صرف کنیم. بسم الله. احمد نه بسم الله کنه بغیر که گشناز کلگی. من جان خانم هم میتونیم پس. من میتونیم.